بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی صنف هشتم. امیدوارم که جور و سعدمند باشید. شاگرده عزیز، به مضمون شیرین ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگرده عزیز و گرامی، ما و شما مضمون چی رو میخوانیم؟ مضمون ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم و فصل چندم ما بخیر شروع میکنیم، فصل آخر یا فصل 11 همه کتاب خود شروع میکنیم، درست است؟ و عنوان چی است؟ احتمال. و در این فصل ما و شما احتمال هم میخوانیم و درس اول ما و شما امروز است، درست است؟ اما عنوان هایی که ما و شما باید امروز با هم دیگه بخوانیم، اول چی رو میخوانیم؟ کثرت نسبی و احتمال تجربی رو میخوانیم. اگر در فصل گذشته که چی بود، احصایه یا آمار، اگر یادتان باشد ما و شما کثرت نسبی را خواندیم، درست است؟ ما سه نوع کثرت خواندیم. چی بود؟ کثرت مطلق، کثرت تجمعی و کثرت نسبی. یا عمو چی است؟ کثرت به جاش میتونیم بگیم چی؟ فرکانسی هم برش گفته میشه. فرکانسی مطلق، فرکانسی تجمعی و فرکانسی نسبی را با هم دیگه خواندیم، درست است؟ و حالا میخوایم بفهمیم ارتباط کثرت نسبی با احتمال تجربی چی است، درست است؟ و بعد از آن بخیر احتمال نظری را میخوانیم و درس اصلی ما و شما احتمالات نظری بسیار مهم است. دقت کنید، صحیح است؟ پس فهم چی رقم شد؟ ما دو نوع احتمال داریم، احتمال تجربی و احتمال نظری، درست است؟ پس شاگرد عزیز، قبل که بریم درس امروز شروع کنیم، سرتخته بریم درس شروع کنیم، تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی را به ما روان کردن از طریق واتساپ. نمبرش هم 2-0-964-780-255-40-13. اگر کدام سوال، کدام مشکل، کدام پیشنهاد انتقاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما مخاندم، درست شاگرد عزیز؟ پس شاگرد عزیز، میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، کثرت نسبی یادتان هست دیگه نه؟ کثرت نسبی در درس های گذشته خواندیم، گفتیم اگر ما و شما چند دیتا داشته باشیم میتونیم جدول کثرت یا جدول فرکانسی را چی کنیم؟ تنظیم کنیم یا نوشته کنیم، بکشیم، صحیح است؟ و دیتا ها را ما تعدادش میشماریم، او چی میشه که اون تعدادی که دیتا ها رو میشماریم و در نوشته میکنیم، در جدول نوشته میکنیم، با اون میگفتیم چی؟ کثرت مطلق یا فرکانسی مطلق. و اگر بیایم فرکانسی مطلق هر دسته را تقسیم بر تعداد کل دیتا ها بکنیم، چی دریافت میشه؟ کثرت نسبی دیتا ها دریافت میشه، درست است؟ حالی ما یک مثال کار میکنم سر تخته شاگرد عزیز و میخوایم ببینیم که کثرت نسبی با احتمال تجربی چی است. و براتون میگم، ما اول میکشم جدول فرکانسی را و براتون در آخر میگم که کثرت نسبی و احتمال تجربی با هم دیگه مساوی هستند. شاگرد عزیز دقت کنید، کثرت نسبی با احتمال تجربی مساوی هستند و فرقش است، فرقش فقط همین است که کثرت نسبی را ما بعد از انجام چه محاسبات یا او حادثه یا هر چیز اتفاق میفته و بعد از دیتا ها ما استفاده میکنیم، دریافت میکنیم. اما احتمال تجربی چی است؟ برای پیش بینی یا قبل از اتفاق افتادن او حادثه چی است؟ ما پیش بینی استفاده میکنیم، پیش بینی میکنیم، صحیح است؟ پس فرقش فقط همین است. پس دقت کنید، جوابش یکی است، اعداد یکی است، فقط از کجا دریافت میشه؟ کثرت نسبی، کثرت نسبی بعد از انجام یا اتفاق افتادن است، ولی احتمال تجربی قبل از است. و ما با توجه به کثرت نسبی ما میتونیم چی کنیم؟ احتمال تجربی را دریافت کنیم، درست است؟ پس ما سر تخته نوشته میکنیم کثرت نسبی و احتمال تجربی و یک تا مثال کار میکنیم تا دقیق بفهمید چی است، درست است شاگرد عزیز؟
پس کسرت نسبی و احتمال تجربی. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال ما یک جدول فریکونسی یا جدول کسرت براتون میکشم و نمرات ریاضی یک صنف است. یک صنف در یک مکتبی، حالا فرق نمیکنه کدام مکتب باشد، نمرات ریاضیشان به این شکل است. خب دسته های ما و شما، دسته های ما و شما چی است؟ به عنوان مثال ما میگیریم از چند؟ از صفر تا پنجاره یک دسته میگیریم، صحیح است؟ از صفر تا پنجاه را یک دسته میگیم. دقت کنید، خود صفر شامل است اما خود پنجاه شامل نیست. و یا چی است؟ اینا ناکام هستند، اینا شاگردای هستند که در درس ریاضی ناکام شدن، صحیح است؟ و دسته دوم از چند میگیریم؟ از پنجاه تا شصت میگیریم، صحیح است؟ که خود پنجاه شامل است اما خود شصت شامل نیست. اینا را چی میگیریم شاگرد عزیز؟ اینا را میگیم دسته چی هستند؟ دسته متوسط هستند، پنجاه تا شصت گرفته، صحیح است؟ و از شصت تا نود در نظر میگیریم، به عنوان مثال از شصت تا 90 در نظر میگیریم و اینا چی هستن؟ اینا شاگردای خوب هستن. و از 90 تا 100 شاگردایی که از 90 تا نمره 100 گرفتن، اینا رو میگیم شاگردای عالی، ممتاز، بسیار عالی، بسیار درس خوان هستن، صحیح است؟ پس در 4 دسته ما شما دسته بندی کردیم. دسته چی؟ ناکام، صحیح است؟ و این دسته رو گفتیم چی؟ دسته متوسط، 50 تا 60 متوسط نمره گرفته. 60 تا 90 گفتیم دسته خوب در نظر میگیریم و نمره 90 تا 100 چی میگیریم؟ عالی یا ممتاز برش میگیریم، صحیح است؟ پس دقت کنید، کسی که 90 گرفته شاگرد عزیز در دسته چی قرار میگیره؟ در دسته عالی قرار میگیره، چون گفتیم 90 دهی شامل است اما دهی شامل نیست، درست است؟ خب فرض میکنیم تعداد شاگردای ما و شما به این شکل باشد، تعداد شاگردان، یا دقت کن شاگرد عزیز، تعداد شاگردان یا همون برای چی میگیم؟ فرکانسی مطلق، همون تعداد دیتایی که ما و شما داریم. با عنوان مثال 5 نفر ما چی داریم؟ 5 نفر بین 0 تا 50 ناکام داریم در همون صنف، در همون مکتب صنفی که داریم 5 نفر ناکام داریم، چون نمرهشان از 50 پایان تر بوده. 50 تا 60 داریم 10 نفر، 10 نفر چی داریم؟ دسته متوسط داریم، بین 50 تا 60 گرفته. و با عنوان مثال 15 نفرم ما و شما چی داریم؟ 15 نفرم بین 60 تا 90 داره نمره گرفته که چی هستن؟ دسته شاگردای خوب هستن. و در آخر هم چی هست؟ بین شاگردای عالی یا ممتاز 5 نفرم در اینجا داریم. 5 نفرم چی هست شاگرد عزیز؟ که عالی یا خوب، بسیار خوب هستن، صحیح است؟ ممتاز هستن. تعداد کل شاگردا در سن چند میشه شاگرد عزیز؟ باید اینا رو با هم جمع بسازیم دیگه، نه؟ 5 و 15 میشه 20 و هم 15 میشه 35 نفر، صحیح است؟ 5 و 15 20، اینی هم 10 میشه 30، کدیز 5 میشه 35. پس اینی شاگرد این مکتب، یعنی صنف در این مکتب 35 تا شاگرد در این صنف بوده که نمره ریاضی خوب به شک گرفته، صحیح است؟ خب حال شاگرد عزیز، ما کسرت نسبی را دریافت میکنیم. پس کسرت نسبی، گفتیم شاگرد عزیز کسرت نسبی چی رقم دریافت میشه؟ فرکانسی مطلق یا کسرت مطلق تقسیم بر کل دیتاها. پس ما فرکانسی مطلق ما و شما چند است؟ 5 است. و کسرت کل دیتاهای ما و شما چند است؟ 35 تا شاگرد داریم، صحیح است؟ پس ما میایم چی نوشتم میکنم؟ 5 تقسیم بر 35. این اگه اختصار بسازیم چی میشه؟ 5 تقسیم بر 35 و 5 اختصار بسازیم 1 بر 7 میشه، صحیح است؟ پس میشه 1 بر 7. اگر با ما بخوایم این اشاره دار نوشته کنیم، با ماشین حساب 1 تقسیم بر 7 میسازید و چی میشه شاگرد عزیز؟ و میتونیم چی کنیم؟ او را به شکل اشاره دار نوشته کنیم. پس همون 5 بر 35 امیرم نوشته که صحیح است. پس چند میشه؟ 5 بر 35 یا 1 بر 7. خب دسته دوم چی میشه که سر نسبش دریافت کنید؟ 10 بر تعداد کل دیتا های ما و شما چند تا؟ 35 تا. به 5 اگر اختصار بسازیم میشه 2 بر شاگرد چند؟ 2 بر 7، صحیح است؟ پس 2 بر 7. و دسته سوم کسرت نسبیش پیدا کن شاگرد عزیز، 15 بر 35. جواب چی میشه؟ به 5 باز اختصار بسازیم میشه 3 بر 7، 3 بر 7. و دسته آخر چی میشه؟ دوباره دقیقاً، چون دیتا چند تا دیتا داریم؟ 5 تا داریم، دیگه هم 5 تا داریم، پس دقیقاً مشابه چی میشه؟ دسته اول میشه. پس میشه 5 بر 35 که اختصار بسازیم میشه 1 بر 7، صحیح است؟ پس شاگرد عزیز و گرامی، کسرت نسبی ما تا نسیم دسته ها رو متفاوت دریافت کنیم. پس یک کسرت نسبی رو خوانده بودیم، نه؟ عالم میگیم که شاگرد عزیز، بین کسرت نسبی و احتمال تجربی چی است؟ عمیا احتمال تجربی هستند.
همیا احتمال تجربی چی میشه میتونیم در نظر بگیریم. فقط فرقش همیسته، دقت نشه کنید، فرقش همیسته که ما میگیم چی است، ما میگیم که احتمال تجربی قبل از وقوع حادثه ما برای پیش بینی استفاده میکنیم و کسرت نسبی شاگرد عزیز بعد از محاسبات. صحیح، یک سری محاسبات، یک دیتا های ما و شما داریم، یک سری عدد های داریم، بعد از محاسبات ما میتونیم چی کنیم، دریافت کنیم. فرقش همیست. با عنوان مثال دمی صنف که داریم، دمی صنف مکتب، ما اگر یک شاگرد به شکل قرعه کشی نامش بکشیم، صحیح است، و بر ما و شما میگه چقدر احتمال داره که او شاگرد از چی باشد، از بنان مثال از چی باشد شاگرد عزیز، از دسته ممتاز عالی باشد، بگیم چقدر احتمال دارد، یک بر هفت، چون هیچ از احتمال تجربی است دیگه، صحیح است. پس مثلا من یک مثال بنان مثال نوشتم میکنم، سوال: اگر یک شاگرد به طور تصادفی، به طور قرعه کشی، صحیح است، به طور تصادفی یا قرعه کشی یا اتفاقی، صحیح است، تصادفی یا اتفاقی برش میگیم، اگر شاگرد به طور تصادفی انتخاب شود چقدر احتمال دارد که از دسته چی باشد شاگرد عزیز؟ عالی باشد. پس نگاه کنید، احتمال از ما و شما خواسته، گفتیم احتمال چی است؟ احتمال تجربی است و با کسرت نسبی مساوی است. خب چقدر احتمال داره دسته عالی باشه؟ دسته عالی نگاه میکنیم، کسرت نسبی چند است؟ 1/7 یا 5/35 فرق نمیکنه، همون 1/7 نوشته میکنیم. پس جواب چی میشه؟ جواب میشه 1/7. پس 1/7 احتمال داره که اگر ما شاگرد عزیز 1/7 ما به 1/7 بسازید با ماشین حساب اشاره دار میشه، صحیح است، ضرب در 100 بکنیم او به فیصدی باز در چی میشه بیان میشه، صحیح است. ولی ما و شما احتمال باید به شکل عدد بگیم، مگم خود سوال با ما و شما بگه بر حسب فیصد بگه که او را باز باید 1/7 بسازیم و ضرب در 100 بکنیم او فیصدیش دریافت میشه، درست است. ولی اگر با ما و شما نگفت، احتمال همیشه به شکل عدد باید نوشته کنیم. فاهم چه رقم شد دیگه شاگرد عزیز؟ نه، پس کسرت نسبی و احتمال تجربی یکی هستند، هر دوش جوابش یکی میشه، فقط فرقش همیسته، احتمال تجربی قبل از وقوع حادثه است و برای پیش بینی استفاده میشه، اما کسرت نسبی بعد از وقوع حادثه است، صحیح است، و حادثه اتفاق افتاده، ما بعد از او دیتا رو داریم، تجزیه تحلیل میکنیم، محاسبه میکنیم و بعد از محاسبه میتونیم کسرت نسبی را دریافت کنیم. پس سوال: اگر یک شاگرد به طور تصادفی یا به طور اتفاقی انتخاب شود به شکل قرعه کشی، صحیح است، چقدر احتمال دارد که از دسته عالی باشد؟ میگیم 1/7 احتمال دارد، چون در کل شاگردای ما همو صنف که مکتب و مکتب است 35 شاگرد داریم، در همو صنف 5 نفر نمره عالی گرفته، صحیح است. خب چقدر احتمال داره شاگرد عزیز؟ ممکنه بگه چقدر احتمال دارد از دسته چی باشد؟ متوسط باشد. بگیم چند؟ 2/7 احتمال دارد، درست است شاگرد عزیز. پس احتمال تجربی و کسرت نسبی را فهمیدیم چی هست و با هم دیگه مساوی هستند. فقط نکتهش هم براتون گفتم دیگه، احتمال تجربی قبل از وقوع حادثه است و برای پیش بینی است، اما کسرت نسبی بعد از وقوع حادثه است و از دیتاها ما استفاده میکنیم و میتونیم دریافت کنیم، درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس عنوان اول درس امروز ما و شما خواندیم چی بود؟ کسرت نسبی و احتمال تجربی، و دیدیم که با هم دیگه چی هستند؟ مساوی هستند. و فرقش چی است؟ گفتیم کسرت نسبی بعد از وقوع حادثه ما و از دیتا استفاده میکنیم و محاسبه میکنیم، صحیح است، اما چیه؟ احتمال تجربی قبل از وقوع حادثه و برای پیش بینی استفاده میشه، درست است. اما احتمال نظری، شاگرد عزیز دقت کن، احتمال نظری موضوع مهمه این فصل ما و شماست که با ما بتونیم احتمال حساب کنیم، احتمال چی رقم حساب میشه، درست است. پس میریم سر تخته و احتمال نظری که بحث بسیار مهم درس ما و شماست شروع میکنیم. پس شاگردای عزیز همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است؟ احتمال نظری، درست است، یا به اختصار همون چی میگیم؟ احتمال میگیم. پس وقتی که نوشته میشه احتمال، منظورش احتمال نظری است و احتمال تجربی رو باید حتما نوشته کنه، احتمال تجربی، درست است. پس در کتابایی که ما و شما میخونیم احتمال همون احتمال نظری است، پس نوشته میکنم احتمال نظری یا همون احتمال، صحیح است، احتمال نظری. خب شاگرد عزیز احتمال نظری چی است؟
احتمال نظری گفتیم که احتمال، شاگرد دقت کنید، احتمال در سال گذشته خواندید. احتمال میگیم چی است؟ ما و شما یک اتفاق یا یک پدیده، صحیح است؟ پس من نوشته میکنم یک پدیده، صحیح است؟ یا اتفاق برش میگه، صحیح است؟ حادثه، اتفاق یا پدیده فرق نمیکنه، هر چیزی که در اطراف ما و شما اتفاق میفته همون رو میگیم یک حادثه، یک پدیده یا یک اتفاق، صحیح است؟ به دو دسته کلی گفتیم ما تقسیمش میکنیم در سال گذشته یار خواندین شاگرد عزیز، فقط یادآوری میکنم. یا پدیده ما و شما قطعی است یا اتفاقی یا تصادفی برش میگیم، صحیح است؟ تصادفی یا چی برش میگیم شاگرد عزیز؟ چی اتفاقی، حادثه اتفاقی یا پدیده اتفاقی یا پدیده تصادفی برش میگیم، فرق نمیکنه، تصادفی یا اتفاقی برش گفته میشه. خب فهمیدید چرا خواهم شد اتفاقی؟ شاگرد عزیز قطعی چی است؟ پدیده قطعی میگیم پدیده های یا اتفاقاتی است یا حادثه هایی هستند که چی هست شاگرد عزیز؟ که نتیجهش از قبل معلوم است، نگشته میکنیم نتیجه آن از قبل معلوم است، نتیجه آن از قبل معلوم است. به عنوان مثال من می تباشیر اگه اعلام بتم چی میشه؟ 100% به سمت پایین حرکت میکنه، هیچ وقت مثلا بالا نمیره، صحیح است؟ پس یک پدیده چی است؟ پدیده قطعی است. اما پدیده تصادفی یا پدیده حادثه اتفاقی چی است؟ حادثه اتفاقی یا پدیده تصادفی نتیجه آن از قبل معلوم نیست، پس نوشته میکنم نتیجه آن از قبل معلوم نیست، پس بعد من اینو سریعتر نوشته کنم اتفاقی را، پس چی است؟ اتفاقی، میگیم که نتیجه آن از قبل معلوم نیست، نتیجه آن از قبل معلوم نیست. صحیح است شاگرد عزیز؟ به عنوان مثال یک تا سکه رو مندازیم، شیر میای یا خط، پشت یا رو، فرق نمی کنه، صحیح است؟ یک سکه رو مندازیم پشت میای یا رو، نمی فهمیم از قبل نمیدانیم کدامش میای، صحیح است؟ یک تا چه فرزند تولد میشه، خب یه از دختر است یا بچه است، نمی فهمیم، درست است؟ هر کدام میتونه باشه. یک تا رمل یا تاس برش میگه، لدو بازی کدی دیگه نه، لدو بازی کدی، لدو همون که میزنی همون یک مکعب است، یک طرف یک دو سه چهار پنج شش تا طرف داره، هر کدامش همون عدد نوشته شده، صحیح است؟ یک لدو بازی میگه تاس میندازی کدام عدد میایه؟ میگیم نمیدانیم. پس اینا چی است؟ یا پدیده های تصادفی یا حادثه های اتفاقی هستند، یعنی نتیجهش از قبل معلوم نیست، یار خود میفهمیم، درست شاگرد عزیز؟ پدیده های قطعی میگیم علم فیزیک یا را چی میکنه؟ بررسی میکنه. پس مسئول رسیدگی به پدیده های قطعی علم فیزیک هست، صحیح است؟ اما پدیده های تصادفی مسئول بررسی به این پدیده ها که نتیجه قبل معلوم نیست علم شاگرد عزیز احتمال. پس احتمال یک علم است که چی میکنه؟ پدیده های تصادفی یا حادثه های اتفاقی را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار میده، درست است؟ پس احتمال فهمیدیم، درست است شاگرد عزیز؟ اما اولین نکته ای که ما و شما در احتمال باید بخوانیم چی است شاگرد عزیز؟ اولین نکته که ما و شما در احتمالات میخوانیم چی است؟ فضای نمونه‌ای یا فضای نمونه برش گفته میشه. پس من اینم نوشته میکنم، فضای نمونه یا نمونه‌ای، دقت کنید شاگرد عزیز، فضای نمونه‌ای. فضای نمونه‌ای چی است شاگرد عزیز؟ دقت کنید، میگیم که فضای نمونه‌ای، میگیم که اگر ما و شما شاگرد عزیز یک تا چی داشته باشیم؟ اگر ما و شما یک تا پدیده تصادفی یا حادثه اتفاقی داشته باشیم، تمام حالتهایی که ممکنه در او اتفاق بفته، صحیح است؟ تمام حالتهایی که ممکنه در او پدیده اتفاق بفته، تمام حالات داخل یک تا ست نوشته میکنیم، به او ست میگیم چی؟ فضای نمونه یا فضای نمونهی برش گفته میشه. پس نوشته میکنم فضای نمونهی تعریفی چی است؟ به ست تمام یا همه، فرق نمی‌کنه، تمام حالت‌های یک حادثه اتفاقی یا پدیده تصادفی، گفتم هم حادثه اتفاقی است، صحیح است؟ به ست تمام حالت‌های یک پدیده تصادفی یا حادثه اتفاقی چه میگیم؟ فضای نمونه‌ای، فضای نمونه‌ای میگوییم و با چی نشان میدیم شاگرد عزیز؟ و با اس نشان میدهیم، صحیح است شاگرد عزیز؟ پس چی است؟ فضای نمونه‌ای. با عنوان مثال من مثال دهی بالا براتون کار میکنم، در پرتاب یک رمل یا تاس برش میگیم، همون لدو که بازی میکنی، صحیح است؟ که نامش تاس یا رمل برش گفته میشه، فرق نمیکنه.
گفته فضای نمونیش دریافت کن. فضای نمونی اگه بخوایم دریافت کنیم شاگرد عزیز، فضای نمونی چی رقم میشه؟ گفتیم با اس نشانش میتیم فیست. پس در یک ست گفتیم ست، پس داخل قوس کلان باید بانیم. تمام حالت های ممکن چی است؟ یا یک در بالا میایه فیست رخ میشه، یا دو رخ میشه، یا سه، یا چهار، یا پنج، یا شش. پس میشه یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. صحیحست؟ پس میشه فضای نمونه یا فضای نمونه برش گفتن میشه. در حادثه اتفاقی فهمیدیم چی است. با عنوان مثال یک تا سکر مندازیم، فضای نمونه چی میشه؟ پس میشه ست پشت یا رو و رو، یا میگیم شعر و خط. صحیحست؟ پس به این شکل میشه اگر یک سکر بندازیم، من در اینجا نوشتم میکنم، پس اس یک سکر چی میشه؟ میشه پشت و رو. صحیحست؟ به شک میتونیم به جای پوش شعر و خط هم نوشته کنیم. شعر و خط فرق نمیکنه. صحیحست؟ با انگلیسی اگر نوشته کنیم تی و اچ میشه، اچ میشه هت و همو شیر میگن. صحیحست؟ و خط هم که با تی نشانش میتیم. صحیحست؟ پس فهمیدیم چه رقم شد شاگرد عزیز. فضای پس ما احتمال نظری که میخوانیم، گفتیم احتمال چی است؟ یک علمی است مسئول چی است شاگرد عزیز؟ بررسی، تجزیه، تحلیل پدیده های تصادفی یا حادثه های اتفاقی. پدیده تصادفی یا حادثه اتفاقی بگیم. یعنی چه حادثه اتفاقی؟ نتیجه از قبل معلوم نیست. خب حالی اولین نکته که ما و شما در احتمال باید بخوانیم احتمال نظری فضای نمونه ای است. فضای نمونه ای گفتیم بسط تمام حالت های یک پدیده تصادفی، هر چه حالت احتمال ممکن اتفاق بیفته. صحیح؟ درست است. فضای نمونه میگیم و با چه نشانش میدیم؟ با اس نشانش میدهیم. درست است شاگرد عزیز؟ پس من بسیار آسان تانستم چیکار کنم؟ مثال در پرتاب یک تاس، یک تا رم، امو لدوی که بازی میکنی، امو رو میزنی، چی است؟ امو مکب. ممکنه چی بیایه؟ ممکنه یک بیایه، دو بیایه، سه، چهار، پنج، شش. کلش داخل یک تا ست میندازیم و او رو با اس نشان میدیم. پس فضای نمونه یعنی حادثه اتفاقی رو ما تانستیم نوشته کنیم. درست است شاگرد عزیز؟ به عنوان مثال اگه حادثه اتفاقی ما براتون میگم، شما فضای نمونیش نوشته کنین. به عنوان مثال میرین چی میکنین شاگرد عزیز؟ میرین شما لب سرک میشینین پیش خانتان. صحیح؟ میگیم که پنج تا متری از اولین پنج تا متری که ترم میشه رنگش نوشته میکنین. پس یک حادثه اتفاقی است، چون نمیدونیم از نتیجه از خب معلوم نیست. حالا متر ممکنه سفید باشه، ممکنه سیاه باشه، ممکنه آبی باشه، ممکنه سبز باشه، ممکنه سرخ باشه. صحیح؟ پس فضای نمونی میشه ست تمام رنگ ها، همون رنگ هایی که مترها دارن. صحیح؟ پس فضای نمونی ما و شما چی میشه؟ اسم مسایست با قوس باز میکنیم، سیاه، سفید، سرخ، سبز، آبی یا کلش نوشتن میکنیم. کل رنگ ها، رنگ های مترایی که در امو شهر شما یا در امو محله شما وجود داره. درست است؟ پس فهمیدین چه رقم شد دیگه نه شاگرد عزیز؟ پس احتمال نظری رم فهمیدیم، اما مباحث بعدش در درس های بعد میخوانیم که ما و شما پیش آمد ها را باید بخوانیم. درست است که در درس بعد فقط فعلا فضای نمونه ای را خواندیم و فهمیدیم چی است. باز بقیه ادامه ازیرا در درس های بعد با هم دیگه میخوانیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس عنوان دوم ما و شما احتمال نظری رم فقط یک تا چی فضای نمونه. اول خود احتمال نظری گفتیم چی است و فضای نمونه ای رم گفتیم که چی است و میتونیم دریافت کنیم، اما بحث های بعدش ان شاء الله در درس های بعد ما و شما میخوانیم. درست است؟ اما کارخانگی، کارخانگی چی است شاگرد عزیز؟ تمرین های صفحه 244 و 256 کتاب باید کار کنید، با ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2096470825540013. شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس اول از فصل 11. خب عزیزان، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خداحافظتان.